أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه ونستغفره ونتوب عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند عالی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم و همه برادران و خواهران نمازگزار و عزیز را به رعایت تقوا و پرهیزکاری و به یاد داشتن امر و نهی الهی و احساس حضور اراده و قدرت پروردگار در همه آنات زندگی تذکر میدهم و توصیه میکنم راه پرپیچ و خمی که داریم جز با رعایت تقوا و پروا نمیشود به هدف رسید. الا فسونوها و تسونو بها. به هوش باشیم، تقوا را حفظ بکنیم و با تقوا خودمان را از هر خطری محافظت کنیم. به دلائل فراوان بحث خطبه اول را در ادامه مباحث هفته های گذشته درباره حقوق زن از مناظر مختلف ادامه خواهیم داد. سه تا نظریه را بررسی میکنیم و نظریه سالم که نظریه اسلام و مستفاد از قرآن هست انشاءالله اون هم بحث خواهد شد. خطبه دوم، مناسبت ها زیاد است، در آستانه ماه پرفیض رجب قرار داریم که امشب شب اول این ماه با عظمت است. فردا هم ماه رجب، آغاز ماه رجب و هم ولادت حضرت باقر العلوم علیه افضل و صلوات المسلین است که گوشه های از عظمت اون امام بزرگوار را میشنویم و با چشم دلمان خواهیم دید. مسائل فراوان اجتماعی داریم، مسائل امنیتی، توطئه هایی که اگر به دقت نگاه کنیم دشمن باز هم به فعالیت افتاده برای این که بار دیگر افغانستان را به یک ورطه هولناک بکشاند. هم باید هوشیارانه عمل کرد و هم توطئه ها را شناخت و راه های مبارزه با این برنامه های خصمانه دشمن را بشناسیم و به کار بگیریم. مسائل امنیت منطقه، کشورهای همسایه افغانستان و خود افغانستان از موضوعات است که انشالله
بر حسب وظیفه در خطبه دوم با اونا هم اشاره خواهیم کرد. اما مسئله حقوق زن، اون چرا که در این خطبه و در یک بحث کوتاه مطرح میکنیم یقینا به همه ابعاد نمیشود پرداخت. با این تذکر که مسئله حقوق زن از بحث‌های بسیار پیچیده است و از مباحث جنجالی است و این جور مباحث باید به دقت مطالعه کنیم، ریشه های مطالبات را بررسی کنیم، حقیقت ها را در بیابیم، نه زنان ما فریب بخورند و نه ابزار دست و تبلیغ و شبهه و تهاجم دشمن قرار بگیرند و نه ما به عنوان صاحبان زندگی، شرکای زندگی با زنانمان تحت تأثیر امواج مختلف قرار بگیریم، نه افراد نه تفرید. اون حقیقت رو که باید به او تن بدهیم بشناسیم و او را انشالله در زندگی ما اجرا بکنیم. درباره حقوق زن دیدگاه ها مختلف است. قبل از اونه که من سه تا دیدگاه را مطرح کنم، در طول تاریخ در دوره های مختلف از دوره به اصطلاح یخبندان و غارنشینی تا دوره امروز که مدرنیزه و در واقع صنعت و پیشرفت است و دوره های متوسط، در همه این دوره ها دیدگاه ها درباره حقوق زن متفاوت بوده. ریشه این تفاوت و این در واقع فراز و فرود این است که گاهی دیدگاه های مذهبی و اعتقادی درباره زن مختلف است. به همین دلیل باید ادیان و باورهایی را که حقوق زنها با اتکای به اونها مطالبه می شود و مطرح می شود اونها را هم دقت بکنیم. ادیان گذشته تعریف شده عامل بخشی از این برخوردها با زنهاست. برداشتهای سطحی دوره جدید و دوره که خودشان را به پیشرفت و آگاهی کامل انتساب میکنند و در واقع خودشان را از دین و از شریعت بی نیاز میدانند، یکی از این عوامل است. در کل یک دوره، دوران جاهلیت پیش از اسلام است. جاهلیت که قرآن به عنوان یک کتابی که هر چی بشر نیاز داره در او هست، نه به عنوان کتاب تاریخ، میفرماید وقت خبر به دنیا آمدن دختر به خانواده داده میشد، صورتش از خجالت سیاه میشد، غمگین میشد، مضطر میشد. اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا و هو کذیم. این دیدگاه که مربوط است به قبل از اسلام و به جاهلیت هیچ حق برای زن قائل نیست. با معذرت، زن را از همه حقوق انسانی بی بهره می داند. در این دیدگاه به زن به عنوان انسان کامل نگرسته نمی شود، کاملا یک موجود مورد استفاده و بهره به زن نگاه میشه، به عنوان یک ابزار، به عنوان یک بیگاری که از او استفاده کنن. تولید نسل، خب عذرخواهی میکنم، مثل خیلی از موجودات دیگر، بهرهگیری جنسی. در بینش عرب جاهلی قبل از اسلام این تفکر و این اندیشه درباره زنها بود. امروز هم در خیلی از تعاملات، در خیلی از رفتارها ما این بینشها را درباره زن میبینیم. فرصت نیست، باید نامش را بگذاریم جاهلیت جدید.
اون جاهلیت جاهلیت قدیم بود، جاهلیت جدیدم با همین انگیزه به زن نگاه میکنه. زن یک ابزار میدانه، یک بخش خاص از عمرش توجه میکنه، بخشای دیگرش میگذاره و رها میکنه. تمدن قدیم و شرق اروپا به زن با این نظریه میدید که دختران قابل شوهر رفتن، دخترانی که بالغه بودن میتوانستن خانه ای را و مرد را مدیریت بکنن، اینها را میبردن به یک بازاری، دلالا میامدن، خلاصه به صورت اینها، به چهره اینا نگاه میکردن، قیمت گذاری میکردن، مثل مال بازارهایی که در شهرها هست. اونی که زیباتر بود، اندام به نظر خودشان مورد علاقه شان داشت، اونا زودتر فروش میرفت. بعد یواش یواش نوبت میرسید با اونهایی که خیلی مطلوبیت نداشت، با قیمت ارزانتر معامله میشد. در آیین یهود و مسیحیت و هندو با زن با همین بینش برخورد میشد، با همین تفکر برخورد میشد. گاهی عادتهای واقعا زشت در جامعه است. دختری را پدرش به شوهر میداد، در مقابل به شوهر دادن دختر یک پولی دریافت میکرد و کسی که او دختر میگرفت دیگه به شکل یک انسان با او برخورد نمیکرد، به شکل یک مال که خریداری شده با او برخورد میکرد. داریم در تاریخ در هند، در بعضی از کشورها، خب میدونیم در هندوستان مرده ها را آتش میزنن، وقتی مرد میمرد زن را هم در کنار قبر او، در کنار اون جایی که او را آتش میزدن، آتش میزدن و ای را یک نوع فداکاری تلقی میکردن که شما میتونین در بعضی از اشعار این مطالب پیدا بکنین. حالا نماز جمعه خلاصه جایگاهش خیلی رفیع است، سلام نیست من شعر بخوانم. خب این یک نگاه، یک نگاهی بسیار تاریک به زن، یک نگاه در واقع تیره و نا قابل تحمل نیست، ناباور به زن. یک دیدگاه است که زن را اینطوری معرفی کردن. انسان نمیدانستن، مالک نمیدانستن، یک وسیله، مثل خیلی از خلاصه موجوداتی که ما برای زندگی من به اونا نیاز داریم. یک دیدگاه، دیدگاه تفریطی است که گذشت، و یک دیدگاه، دیدگاه افراطی است و زنگرایانه است. یعنی اینطوری میایم زن را فریب میدن که من تا این سالهایی که در افغانستان بودم، در دو دهه تقریبا از وقتی در مزار آمدم، خود دوران جمهوریت حتی حکومت انتقالی را من بخشاش بودم، یعنی ممتد و مستمر در این شهر و در افغانستان بودم، خیلی جلسات شرکت کردم، صحبت کردم، نظاره کردم چقدر زنان ما را، دختران جوان ما را فریب دادن. یک نگاه این است که تلاش میکنن در تمام عرصه های زندگی، از خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دقت کنین، زنان را با مردان مساوی قرار بدن. میگن آقا در همه عرصه ها اگر مرد است باید زنم باشه. این دیدگاه به ظاهر خیلی زیباست، خیلی دخترها و زنهای ما فرید میخورن. میره میگن نگاه زن سالاری و زنگرایی که حتی طرفداران این نظریه خودشان هم متوجه شدن که این خیانت است به زنها، این ظلمی ناپایان و غیر قابل تحمل برای زن هاست که ما زن را در همه عرصه ها خلاصه با مرد مساوی بدانیم. تعبیر آقا امیرالمومنین است، می فرماید زن دسته گل است، المرأة ریحانه، با دسته گل باید مدارا کنیم. حالا بعدن عرض میکنم. خب این نظریه چی ثمره داره، چی نتیجه داره؟ اولین
اثر و ضرر و در واقع پیامد این نظریه دقت کنین، فروپاشی بنیان خانواده است. خدا در قرآن می‌فرماید زن را از خود شما خلق کردیم تا آرامش داشته باشین. وقتی زن رقیب مرد بشه در اقتصاد، در سیاست، در تجارت، دیگه به عنوان همسر کار نمیکنه در خانه، به عنوان رقیب کار میکنه، به عنوان حریف کار میکنه. دیگه بحث تربیت میره کنار، دلسوزی میره کنار، مادری که بهش زیر قدم مادر است دیگه او بحث مطرح نیست، یک رقابت است، یک شرکت است. شیر دادن برای حقوقه، بچه را پاک کردن برای حقوقه. اگر مرد از همسرش بهره میگیره در مقابلش باید پول بده. اینجا دیگه کانون زندگی سرد سرد است، عاطفه‌ای وجود نداره. امروز خیلی از کشورها زندگی ندارن. فکر نکنین اونجا اگر پول است، اگر امکانات است، آرامش هم هست. اون تفکر را که من و تو داریم میگیم که سر فدای ناموس، دیگه این تفکر وجود نداره. باورها فرو میریزه. بعضیا فکر میکنن این تفکر تفکر خوبی است. نه، این تفکر پیامدهای فراوان داره. یکیش عرض کردم سست شدن بنیاد خانواده است، ترویج بی بندوباری، تعلیق مسئولیت های اخلاقی و شرعی. دیگه زن در قبال همسرش احساس مسئولیت نداره و مرد در قبال زن احساس مسئولیت نداره. اون امانتداری و اون فداکاری هایی را که باید طرفین در قبال همدیگه داشته باشه در میان خانواده نیست. اعضای خانواده در عرض همان، فداکاری مطرح نیست، ایثار مطرح نیست، همه با اندیشه خودشان کار میکنن. یک محافظ همه جانبه و یک دلسوزی و نصح کلی در این فضا وجود ندارد. یکی از ضررها و از عوارض منفی این نظریه این است که قداست و احترام خانواده از بین میره، رابطه های الهی و معنوی قطع میشه. این تفکر خانواده را صفر میکنه. خیلی عوارض داره. من همه اینا را بخوام مطرح بکنم هم خوبه، هم از طرف فرصت نداریم. پس ببینین این دو نظریه، یک نظریه اون گونه، یک نظریه این گونه، افراط و تفریط. بیاییم قرآن مورد توجه قرار بدیم. رالت بن بلا یا بسین الا فی کتاب مبین. هر تر و خوش که در قرآن هست، هر نیازی که ما داریم. یک دیدگاه جدید و سالم و عالی و در واقع نجات دهنده باور اسلام است. دیدگاه اسلام است نسبت به خانواده. بر اساس دستورات قرآن، آیات قرآن، کلمات نورانی خداوند در قرآن، زن و مرد هر دوتا انسان هم. هیچ تفاوتی در انسانیت زن و مرد نیست. از ویژگی ها و امتیازات یک انسان کامل هر دوتا بهره‌مندند. زن هم میتواند یک انسان مطیع مقرب به خدا باشه، مردم میتوانه باشه. در این حال مردم سقوط میکنه، از حیوان پستر میشه اگر به وظیفش عمل نکنه. زنم اگر به وظایف دینی، شرعی، الهی که به وعده‌اش هست عمل نکرد، اونم سقوط میکنه. ببینید قرآن چقدر زیبا مطرح میکنه. یا ایها الناس، میگه مردم، اتقوا ربکم الذی خلقکم، از خدایی که شما را خلق کرده پروا کنین. از کجا شما را خلق کرده؟ من نفس واحده. هو الذی خلقکم من نفس واحده و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم
ازواجن لتسکنو الیها. میگه همه شما از یک مبدأ خلق شدید، برتری مطرح نیست. چرا زن به خاطر که شوهرش مرده و سوزانده میشه سوزانده بشه؟ این دلیل نداره. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، ما شما را به عنوان زن و مرد جنس مخالف خلق کردیم و شعبه شعبه و قبیله قبیله قرار دادیم برای که شناخته بشین هر که با تقوا هست او بالاست. مهم نیست مرد با تقوا باشه زن با تقوا باشه، گاهی یک زن با تقوا به مراتب از مردان بی تقوا مقامش بالاتر است. در این باور زن و مرد برابرند در مکافات و در مجازات. یعنی اگر مرد کار خوب انجام داد، شایستگی از خودش نشان داد، پاداش داره. اگر خطا کرد، اگر گناه کرد، اوز مرد باید مجازات بشه. زنی هم اگر صالحه بود، اعمال خیر داشت، ما زنهای بزرگی در تاریخ داریم، حالا فرصت نیست بعضیاش بعدن به عنوان اسناد صحبتم مطرح میکنم. خب اینا هیچ مهم نیست، اگر زن شاکاری از خودش نشان داد، لیاقت نشان داد، این زن برتره. قرآن خیلی جامع صحبت میکنه، من عمل صالحا، کسی که کار خوب انجام بده، من ذکرین او انسا، مرد باشه یا زن باشه، و هو مؤمن، اگر مؤمن بود، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما به او زندگی طیبه، زندگی پاک، زندگی با ارزش در نظر میگیریم. آیات که بحث عمل مطرح میکنه، برابری زن و مردان در حق مالکیت. در بعضی از دیدگاه ها میگن زن خودش مال مرده، پولش هم مال مرده، درآمدش هم مال مرده، غذایی که سر میزم میخوره مال مرده است. این یک دیدگاه است، اما اسلام رو نمیگه. اسلام چی میگه؟ للرجال نصیب من مکتسبو، مرد از اون درآمدی که داره مال خودشه. وللنساء نصیب من مکتسبن، زن اگر درآمد داره درآمدش مال خودشه. ما نمیتونیم درآمد زن ما اجازه ندیم خرج بکنه. واجب الحج میشه، میتونه بدون همسر حج بره، واجبه. حالا شوهرش برد نبرد باید خودش بره. فقه ما اینو میگه، قرآن هم اینو میگه. برابری زنان و مردان در عرصه های اجتماعی و سیاست، غیر از اون تفکر بود که عرض کردم بعضی ها به عنوان طرفداری از زن مطرح کردن. در خیلی از صحنه ها زن ها حضور دارن. پیامبر بزرگوار اسلام در بعضی از جنگ ها برای زن ها مسئولیت دادن. در یکی از غزوات خانمی داریم به نام ام سلیب، مسئول بخشی از کارهایی بود که پیغمبر به ایشان محول کرد. همینطور در بعضی از مبارزات نصیبه انصاری امسر وهب اسلمی معروف به ام اماره در جنگ احد به فرمان پیامبر شمشیر به دست گرفت و به جنگ با کفار پرداخت. تاریخ چیزای جالب را نقل میکنه، بعضی ها که میرفتن از مردان پیغمبر دستور میداد حالا که میری شمشیرت در اختیار این زن قرار بده. بعضی جاها ضرورت ایجاب میکنه که زنها در صحنه های حساس حضور پیدا بکنن. پیامبر به بعضی از کسانی که صحنه را رها کردن در احد فرمود که به نصیبه بنت کعب مازنی دستور داد شمشیر را بگیر و بر دشمنان حمله بکن. در بعضی جاها ضرورت ایجاب میکنه، شرایط مساعد میشه، زن حضور پیدا میکنه. ام عطیه انصاری در 7 جنگ با پیامبر شرکت کرد، مسئول پرستاری بود، مریضا و مجروحین مداوا میکرد. زینب دختر
بزرگ رسول بزرگوار اسلام، البته قبل از رحلت پیغمبر دختران پیغمبر از دنیا رفتن، شوهر مشرک خودش ابوالعاص فرزند ربیع که او زمان همسر زینب بود، این شوهرش پناه داد. ام هانی فرزند ارشد ابو طالب، خواهر علی ابن ابی طالب، در فتح مکه مشرکی را در خانه خودش پناه داد. پیامبر هم پناه زینب را قبول کرد و هم پناه دادن ام هانی را قبول کرد. اسلام به زنها یک احترام اینطوری قائله. در عرصه های اجتماعی، در عرصه های انتخابی، اسلام برای زنها احترام قائله. اینا را که میگم امروز نیاز است. اینها چراغ های روشن حرکت امروز جامعه اسلامی است. اینها تابلوهای هدایت به سمت آرامش جامعه ماست. بیعت زنان با پیامبر، خب اینا تاریخ اسلام و اینا آیات قرآنه. در دو موضوع، هم در بیعت عقبه و هم در رسالت پیامبر، قرآن می فرماید یا ایها النبی، پیغمبر، اذا جاءك المؤمنات، وقتی زنهای مؤمنه آمدن، یبایعنکه، با تو بیعت کنن، الا ان لا یشرکن بالله شیئا، با تو بیعت کنن که بعد از این به خدا شریک قائل نباشن، ولا یسرقن، دزدی نکنن، ولا یزنین، دیگه عمل ناشایسته انجام ندن، ولا یقتلن اولادهن، بچه هاشان نکشن. آیات زیاده. فبایعهن، پیغمبر با اینا بیعت کن. همطوره که پیغمبر با مردا بیعت کرد، با زنها بیعت کرد. آیت اولا نیست. حالا مدل بیعت پیغمبر، اونا یه چیزای ظاهریه. بعضی ها نوشتن پیغمبر خلاصه یه فرشی را پهن میکرد، یک پارچه‌ای را پهن میکرد، زنا می آمدن پیغمبر یک گوشه پارچه را بلند میکرد، اونا هم بلند میکردن، با مردا دست میداد. خب با نامحرم که نمیشه دست بده. هیچ روحانی، هیچ پیری، هیچ خلاصه مرشدی حق نداره با زن نامحرم دست بده. یا روایت داریم بعضی ها نوشتن پیغمبر ظرف آب میگذاشت، دست مبارکش داخل ظرف میگذاشت، بعد میرفت کنار، زنها میامدن داخل ظرف دستشانو میکردن. یک خلاصه نماد از این همفکری. علی کل حال زنها در این صحنه ها حضور داشتن. ما نمیتونیم بگیم زنها نباید حضور داشته باشن. در داستان قدیم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، حضور زنها را تاریخ خیلی برجسته میبینه. در سرپرستی، در مدیریت، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مردان مؤمن و زنان مؤمن بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، هر دو گروه وظیفه امر معروف و نهی از منکر دارن. خیلی دشمن داره تلاش میکنه. امروز یکی از خلاصه بحران ها همین قضیه که امروزا شما شاهدین تبدیل شده به یک ماجرای ستیزه بین اسلام و حقوق زن. اینه باید علما، نخبه ها، مسئولین توطئه دشمن بفهمن، تبدیل نکن بکنن به یک فرصت. ما چرا در قالب امر معروف و نهی از منکر این همه خلاصه فراز و فرود شاهد باشیم؟ اون دیدگاه سالم و اصیل و مندگار اسلام باید پیدا بکنیم. برابری زن و مرد در آموزش و یادگیری، تعلیم و تعلم. خب همه ما مسلمان ها معتقدیم حضرت زهرا سلام الله علیها اونچنان آگاهی داره که
همه به او نیاز دارند. همه مسلمان ها معتقدند خیلی از احکام را از همسران رسول الله گرفتند و اینا در کنار پیغمبر خیلی چیزا را یاد گرفتند. این روایت طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. حالا ممکنه بعضیا بالاخره روایت با این دو بخشش شاید نپذیرن، اما روایت معروفه. تفاوت‌های زنان با مردان، اسلام در این حالی که صحنه ها را برای زنها باز میدانه و فراهم میدانه، در این حال یک بخشی از کارها است که زنها به این بخشها حضورشان از نظر دین، از نظر بالاخره خالق شایسته نیست. ما در جسم و در توان زن و مرد تفاوت میبینیم. او خدایی که زن خلق کرده، مرد خلق کرده، یک تفاوت‌هایی را در نظر گرفته. اون قدرت را که زن در شیر دادن داره، در مادری داره. بعضی از روایات عجیبه. او زن لحظه ای که زن فرزند به دنیا میاره، حامله میشه، این توان مرد نداره. حالا اگر بخوایم زن همه جا شریک مرد قرار بدیم، از اینا باز میمانه. تأثیرگذاریه که زن در خانه داره، این تأثیرگذاری را مرد نداره. قرآن میفرماید لتسکنوا الیها، ما برای شما زن خلق کردیم که آرامش داشته باشید. نباید آرامش خانواده را ما با بعضی از شبهات به هم بزنیم. این روایاتی که میفرماید الجنت تحت اقدام الامهات، بهش زیر قدم مادره. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود الزم رجلها فان الجنت تحت اقدامها والزم رجلها فسم الجنه، کنایه از اون احترام بالا به مادره که مواظب مادر باش، بهش در قدم مادره، اصلا قدم مادر خودش بهشته. خب این ظرفیت مردان ندارن. گاهی از این موقعیت ها غفلت میشه. دشمن با شعارهای به ظاهر فریبنده خیلی از واقعیت ها رو وارونه نشان میده. فرصت ایجاب نمیکنه. به پیغمبر گفته شد یا رسول الله حق پدر چیه؟ فرمود که از پدر اطاعت بکن تا زمانی که زنده است. بعد سوال شد یا رسول الله و ما حق الوالده، حق مادر چیه؟ فرمود هیهات هیهات، این حق مادر. لو انه عدد رمل آلج و قطر المطر ایام الدنیا قام بین یدیها، فرمود اگر به اندازه ریگها و به اندازه دانه های باران زنده می بودی، یک لحظه از اون لحظات را که مادر تو را تحمل کرده نمی توانستی پاسخ بگی. شوخی که نیست. چرا این فضا را ما با توجه به این دستورات سازنده معطر نکنیم؟ باور کنیم خیلی از حرکت ها را دشمن ها داره رهبری میکنه. قرآن مظلومه. بیاییم نسخه های درمان و علاج رو پیدا بکنیم. با صحبت ها، با روشنگری ها دختران ما نه روشن کنیم. مسئولین و مدیران و خلاصه گویندگان و نویسندگان را روشن کنیم. این بیانات، این روشنگری ها فضای زندگی کشور و جامعه را روشن میکنن. پیامبر فرمود اذا حملت المرأه، وقت زن باردار میشه، کانت به منزلت الصائم القائم، مقام پاداش زن به اندازه ایست که میفرماید مثل یک روزدار شب زنددار، المجاهد به نفسه و ماله فی سبیل الله. گویا این زنه که حامله شده فرزند به دنیا بیاورد، مثل مجاهد در راه خدا با مال و جانشه. بیاییم دخترامون آگاه کنیم. ای با
بی سوادی نمیشه، ای بدون آگاهی نمیشه، ای در سایه روشنی و آگاهی میشه. باید مکتبها را اصلاح کنیم، کتابها را، مدیریتها را. این همه امکانات، این همه روشنگری در اسلام است. متاسفانه این همه چالش، وقت کم است، اما باور کنید نماز جمعه را یک پناهگاه می دانم. همه اینها را در یک عبارت کوتاه براتان جمع کنم. بعد از ازدواج حضرت زهرا و حضرت امیر علیهم السلام، آقا رسول الله آمد، دخل علینا رسول الله، امیرالمومنین می فرماید پیغمبر آمد خانه ما و فاطمه تو جالستون عند القدر، همسرم دختر پیغمبر کنار دیگ نشسته بود غذا درست میکرد، و انا انقل عدس، من علی هم داشتم عدس ها را پاک میکردم، یک ماده غذایی. پیغمبر به علی فرمود یا ابوالحسن، نام آقا را گرفت، گفتم لبیک یا رسول الله، فرمود از من بشنو، و ما اقول الا من امرنی ربی، من چیزی نمیگم جز حرف خدا. خب پیغمبر جز حرف خدا حرف دیگری نداره. و ما ینطقان الهوا ان هو الا وحیونیوها، فرمود که ما من رجل یعین امرأته فی بیتها، مردم اگر دنبال بهشتین بسم الله، فرمود هر مردی که در خانه زنش کمک بکنه. ما چقدر مو در بدن من داریم، محاسن من، سر من، ابرو من. فرمود هر مردی که زنش در خانه کمک بکنه، الا کان له بكل شعرت على بدنه، هر مویی که در بدنش هست عبادت یک سال براش نوشته میشه، عبادتی که روزهاش روزه باشه، شبهاش بیدار باشه. امروز از اسلام برای زنهای چیزی دیگری معرفی شده، کار به جایی رسیده که در کنگرس آمریکا میاین برای ما درس حقوق زن میدن. بابا یک تحول بیاریم، یک تحول بیاریم، نخوانیم این آیه قرآن، بفهمیم آیات قرآن. او کیه؟ قرآن به ما یاد میده، میگه کافر بگذار در کشور اسلامی بیایه، قرآن بشنوه، بعد بره قصه کنه قرآن اینه. و این احد من المشرکین استجارک فاجر، برای چی؟ اگر کافر به تو پناهنده شد پناه بده، حتی یسمع کلام الله، تا سخن خدا رو بشنوه، ثم ابلغ و مأمنه. خدایا ما را با قرآن بیش از پیش آشنا بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح. ائمة المؤمنين، بار دیگر خودم و شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. گرامی میداریم ولادت پر از خیر و برکت شکافنده علم
که توسط پیامبر بزرگوار اسلام این گونه معرفی شد، امام پنجم باقر العلوم علیه افضل صلوات المسلین و همینطور گرامی می‌داریم حلول ماه مبارک رجب را. خب خیلی خطبه اول طول کشید، من خطبه دوم کوتاه عرض بکنم. رجب ماهی که از امشب آغاز میشه خیلی برکات داره. یکی از ویژگی‌های رجب این است که فردای قیامت اون صحنه سخت و دشوار، یکی از گروه‌هایی که ندا داده می‌شود اینها آزادگانن، عین الرجبیون. ماه رجب با دعاها شناخته میشه. انشالله از امشب این تذکرا باعث میشه که هممون سود ببریم. فرمول قرآنه فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. این دعاهایی که سحرهاش داره، یعنی ساعات ویژش داره، بعد از نماز داره، یا من ارجوه لکل خیر خواب الوافدون علی غیرک و خسر المتعرضون الا لک، دعاهایی که در مناسبت ها داره، اینا رو قدرش بدانیم. از خلاصه مفاتیح از کتاب های بالاتر دعا استفاده بکنیم. من معتقدم هر چه آدم صحبت بکنه، تحلیل بکنه، اون چیزایی که داخل دعا هست با اونا نمیرسه. مناسبت های زیاد داره. جمعه آینده، اولین جمعه ماه رجب، معروف است به لیلة الرغائب، چه دعاهایی و چه اعمالی داره. خود رجب در کل یک ویژگی‌هایی داره، بعد مناسبت‌هاش خیلی زیباست. انشالله نزدیک میشیم به ایام ویژه ماه رجب، ایام البیز، شبها و خلاصه روزهای 13 و 14 و 15 که برنامه اعتکاف هم هست و ولادت آقا امیرالمومنین هم درش قرار گرفته، اینا را انشالله براش برنامه ریزی بکنیم. 27 رجب که بعثت آقا رسول الله هست، فقط از باب تذکر بود. یکی از برکات الهی این است که در اول این ماه، یعنی فردا، میلاد با سعادت آقا و مولامان حضرت باقر است، شخصیتی که پیغمبر به جابر فرمود سلام مرا به او برسان که او شکافنده علم است. ویژگی های حضرت زبانزد عام و خاص است. علمای پیرو حضرات معصومین، شیعیان و همینطور دوستان و برادران و دانشمندان مسلمان اهل سنت از آقا امام باقر خیلی یادگار دارند. ابن حجر هیثمی در کتاب سوائق المعرقه می نویسد حضرت باقر به اندازه گنجهای پنهان و معارف و دانشها را آشکار ساخته، حقایق احکام و حکمتها و لطائف دانش را بیان نموده که جز بر عناصر بی بصیرت یا بدسیرت پوشیده نیست. یعنی اگر کسی خبث نداشته باشه نمیتواند شخصیت امام باقر را انکار کند. از همین جاست که وی را شکافنده و جامع علوم و بر افرازنده پرچم دانش خواندند. پرچم دانش به دست این بزرگوار است. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خمینی را در وصیت‌نامه‌اش نوشت افتخار ما این است که باقر العلوم از ماست. ما دنیا را دعوت میکنیم به یک سفره، به این عظمت، به یک مائده آسمانی. این بیانات است که قرآن را برای بشر قابل فهم میکنه. بدون بیانات امام باقر قرآن قابل درک نیست. شکافنده است. اوصاف فراوان داره حضرت باقر علیه السلام که اینجا فرصت نیست بحث عبودیت حضرت و همینطور خلاصه سخاوت حضرت. از مهمترین و بارزترین صفات این بزرگوار سخاوتشه. اون آیه ای را که درباره انفاق ما و شما همه من بلدیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله
که مثل حبت انبتت سبع سنابل، اینا در زندگیشان این آیات را عمل کردن. اسود ابن کثیر میگوید من از فقر و گرفتاری، از مشکلات زندگی و بیمهری خانواده و برادرانم خدمت باقرالعلوم علیه السلام رسیدم، این مسائل مطرح کردم. حضرت فرمودن برادر خوبی نیست که در این شرایط در حالی که شما نیاز دارین و شما رسیدگی نمی کنه. بعد حضرت فرمودن هدیه ای ما رو بپذیر. نقل می کنه حدود 700 درهم دستور دادن و من پرداخت شد. فرمود این را خرج کن، هرگاه تمام کردی ما را خبر بده. یکی از نمونه های برخورد امام باقر علیه السلام است. آخرین نکات را که عرض بکنم، خطبه دومه، خیلی طولانی نکنم. مسائل روز است، مسائل جاری است. خب مسئله داعش و مسائل ناامنیه که امروز نه تنها افغانستان، شما شاهدین که کشورهای همسایه ایران، قضیه کرمان، پاکستان، انفجارهایی را که لحظه به لحظه روز به روز ما شاهدش هستیم. خلاصه افغانستان هم که شما دیدین دیروز در مزار بالاخره انفجاری بوده در کابل، حالا مهم نیست در کدام منطقه. این انفجارها که با تأخیر یا به همون لحظات بالاخره داعش اینا را به عهده میگیره. داعش کیست؟ ما باید چه کار بکنیم؟ من امروز اخبار را از خلاصه رسانه ها به دقت گوش میدادم، یعنی شاید یک ساعت قبل از آمدنم اخبار همه رسانه هایی را که در دسترسم بود چک کردم و خواستم مسئولانه در نماز جمعه بعضی مسائل را بگم. ببینیم و ما باید بدانیم کشورهایی که در کنار هم هستیم، ایرانی ها، پاکستانی ها، ترکمنستان، قزاق ها، خلاصه ازبکستانی ها، همه باید بفهمیم ما یک خلاصه حوزه مشترک داریم. مثل اینه که ما در کنارمان چند تا خانه همسایه هستیم، خب باید مسائل امنیتی همسایه داری ما رو تامین بکنیم. حالا در یک محله ما یک محل 200 خانوار 300 خانوار برنامه ریزی میکنیم، گاهی یک ولایت، گاهی یک منطقه مثل حوزه‌ای که ما درش قرار داریم، ما اینجا منافع مشترک داریم. وقتی ناامنی به وجود آمد همه کشورها ضرر میکنن. ایران ضرر میکنه، افغانستان ضرر میکنه، پاکستان ضرر میکنه. یک کسی اینجور فکر بکنه که خب من داعش مثلا به عنوان که دیگرها رو بترسانم از اونا بتانم امتیاز بگیرم، بهش نگاه میکنم، این اشتباه است. داعش از کجا مدیریت میشه؟ این جغرافیا هر کشور همسایه‌ای که باشه از حضور داعش ضرر میکنه. اینه باید کلیه بزرگان کشورهای همسایه بشینن، باور کنین باید بشینن، دلسوزانم بشینن. و امرهم شورا بینهم. آقا دستور قرآن مال یه خانواده نیست، جهانیه. اینا باید بشینن با هم دیگه مشورت بکنن. آقا یکیه که در ایران میتوانه فاجعه به وجود بیاره، در افغانستان، در پاکستان، در کشورهای دیگه. پس معلومه اینا یک مدیریت مخالف مسلمان ها، مخالف این منطقه داره مدیریت میکنه. و الا چطوری یک گروه میتونه در این همه خلاصه وسعت بزرگ کار انجام بده؟ معلومه دیگرها داره این را حمایت میکنن. ولو شعار بدن که ما مخالفیم، نباید قبول کرد. قرآن میگه منافق اگر آمد گفت تو پیغمبری، با اینه که تو پیغمبری اما بفهم و دروغ میگه. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله. بگم معلوم داعش کی؟
تنبیل میکنه، کی حمایت میکنه، کی کمکش میکنه. راه چیه؟ راه اینه که بشینن منافع خلاصه همسایگی اسلامی رو دنبال بکنن، طرحی رو بپذیرن. اگر کشورهای اسلامی، خب ممکنه بعضی ها بگن آقا چه کار کنیم، ما نیاز داریم، وابسته ایم. بله، اگر وابسته هستی یک فکر نو بینداز. پیغمبر فرمود من یک آیه از قرآن میشناسم، اگر همه مردم به همین یک آیه عمل بکنه لکفتهم. بعد آیه دوم سوره مبارکه طلاق خان، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. بابا رهبر جامعه اسلامی متوکل نباشه، منتظر باشه که کی بهش پول میده؟ کشورهای اسلامی اینطوری تفکر داشته باشه، جامعه اسلامی مشکلاتش روز به روز بیشتر میشه. یک جریان این بحث اینه که باید فکر بکنیم. قرآن دستور به تفکر میده، کیه ای داعش؟ این یک بعد قضیه. بعد دوم، اساسا داعش آبروی اسلام میبره. آخه قرائت داعش از اسلام یک قرائت است که اسلام بعد معرفی میکنه. کشورهای اسلامی، بزرگان جهان اسلام، علما، حوزه ها باید بیاین این رو روشن کنن کجای اسلام اینطوری است. انفجار دادن بدون بررسی، بدون رسیدن به حق، منفجر کردن، کشتن، قرائت اسلامی نیست، حقیقت اسلام این نیست. یقین داشته باشیم یک پروژه غربی است، به ضرر اسلام را اندازه شده، آثار و پیامدهای تخریبی فراوان برای کشورهای اسلامی داره، برای که اونا کشورهای اسلامی را به جان همدیگه بیندازن، آقا اسلحه تولیدشان را بتونن بفروشن، ما بجنگیم اونا منابع ما را ببرن. ما مهاجر باشیم، اونها سر ناموس ما، جوانان ما تجارت کنن. اینا رو میشه فهمید، اینا رو میشه تحلیل کرد. داعش یک پروژه است و پیش زمینه است برای مداخلات همیشه و با برنامه در کشورهای اسلامی. اگر میخواییم دست دیگر را کوتاه کنیم، باید این قضایا را بفهمیم. برای مبارزه با این پدیده یک همفکری لازم است، یک هماندیشی لازم است، یک بررسی منافع و مسار همسایه‌ها و کشورهای اسلامی لازم است. متاسفم، خیلی متاسفم، بعضیا یک پستی که گیرش آمد فکر میکنه که همه کاره او است. آقا تو اگر یک پست گیرت آمده، وزیر شدی، وکیل شدی، به یک مسئولیت گرفتی، فکر نکن همه چیز میفهمی. بیا با اندیشمندا بشین، وقت بگذار، با همسایه‌ها، با شخصیت ها، با دردمند ها، با منتقدین بشین، راهکار پیدا کن. این راهی مبارزه است. جدیدن نشست کنگرس آمریکا حرفای جدیدی را دارن مطرح میکنن. من این را عرض میکنم از بابی که نماز جمعه ای سنگر، این سنگر بیداری، این سنگر هوشیاری، این سنگر پاسبانی از همه عزت افغانستان. باید ما سنگرها را ببینیم. هر سنگری که نیروی بیشتر داره، جهش بیشتر داره، او را حمایت بیشتر کنیم، تشویق بیشتر کنیم. نمازهای جمعه بالاترین سنگرها هستن. این سنگرها را باید بروز کنیم.
در نشست کنگرس آمریکا جمهوری خواهان شعارهای جدید میدن، میگن از مخالفان امارت اسلامی طالبان حمایت بکنیم. دیدین بعضی ها وقتی میخوان خانه آدم غصب بکنن، زمین آدم غصب بکنن، اول میرن یک کلینگ میزنن، یک دیواری شروع میکنن، اگر کسی صاحب پیدا کرد جدی شد اعلام میکنن. ندیدین؟ اگر دید نه طرف خیلی زرنگ نیست، میگه آقا مال ما، اینا دارن ما را چک میکنن، میخوان افغانستان را به یک ورطه دیگه بکشانن. شعار میدن آقا ما میخوایم با خلاصه مخالفین طالبان صحبت کنیم. من همینجا میگم همه باید متوجه باشه، مسئولین امارت اسلامی باید به دقت قضایا را تعقیب کنن. مسائل مهم که بهانه و وسیله تبلیغات میشه اینها را مدیریت کنن. کمیته روابط خارجی نمایندگان کنگره صحبت هایی را مطرح کرده. این حمایت ها دنبال اینه که باز یک جنگی و یک درگیری و یک خلاصه آنارشیزمی را در افغانستان مجددن رهبری کنن. هوشیاری بزرگان مخصوصا همسایه ها کشورهای اسلامی، کشورهای خلاصه مسلمان میتوانه اینا را خونسا بکنه. قضیه غزه و فلسطین یکی از دلایل زنده این ماجرا است. مسئله یمن که باز آمریکایی ها و طرفدارانشان خلاصه به دریای سرخ حمله کردن یک نمونه شه. 90 و چند روز، نزدیک 100 روز از جنگ غزه و از تجاوز بیرحم اسرائیل بر غزه و فلسطین میگذره. چرا کشورهای اسلامی نتوانستن کار انجام بدن؟ برای که با هم نیستن. یا باید به دستورات قرآن عمل بکنیم تا به عزت برسیم، و اعتصموا بحبل الله، یا سرنوشت همین است که میبینیم و بدتر خواهد شد. امیدوارم به سهم خودم که با حضور شما مردم، شما جوانان، خواهرها، شما مؤمنین مسلمان ها در این فضا، این زمینه و این خلاصه عظمت برنامه ریزی میشه، صدای شما و صدای قلب و فکر و بصیرت دلسوزی و اخلاص را به گوش همه کسانی که باید بفهمند رسانده باشیم، و یقینا دنبال یک کشور اسلامی عزیز، سربلند، مقتدر و بدون احتیاج و نیاز به دیگران هستیم در تعامل، در قبال داد و ستدهای عزتمندانه هستیم. اینها را بفهمیم و انشاءالله به سمت اینها حرکت کنیم. خدایا فرج آخرین ذخیرت برسان، ما را در مسیر بیداری و هوشیاری و وحدت و همدلی بیش از پیش هوشیار و بیدار بگردان. امنیت همه کشورهای اسلامی افغانستان کامل تأمین بگردان. خدمتگزاران دلسوز به اسلام به افغانستان از همه خطرات محافظت فرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.